با آغاز حملات روسیه به اوکراین، نگرانی از وضعیت دانشجویان ایرانی اوکراین افزایش یافت. وزارت خارجه در اقدامی دیرهنگام به اتباع ایرانی هشدار داد که خود را به مناطق امن برسانند تا در اولین فرصت آنها را از کشور خارج کنند. حدود 2000 دانشجوی ایرانی در اوکراین در حال تحصیل هستند که برخی از آنها به صورت شخصی و گروهی دیگر هم به کمک وزارت خارجه حالا در حال انتقال به مرزهای غربی این کشورند. سفارت ایران در بوداپست اعلام کرده تمام اتباع ایرانی بدون نیاز به روادید مجارستان و صرفاً با داشتن گذرنامه معتبر و ارائه کارت اقامت قانونی در اوکراین برای بازگشت به ایران می توانند وارد خاک مجارستان شوند. عده دیگری هم در تلاشند تا خود را به مرز لهستان برسانند. تا دیروز برای بیش از 200 دانشجو قطار فراهم شد تا آنها را به مرزهای غربی برسانند. وزارت خارجه گفته عده کمی در شهر کیف باقی مانده‌اند، ولی دیپلمات‌ها همچنان حضور دارند تا مطمئن شوند افراد باقی مانده هم خروجی امن داشته باشند. هماهنگی با سفارتخانه‌های ایران در لهستان، اسلوواکی، مجارستان، مولداوی و رومانی برای تسهیل روند ورود ایرانیان به این کشورها انجام شده است. دانشجو بودیم داخل شهر کیف، توی دانشگاه تاراس شفچنکو درس میخوندیم. 5 سال بود که داخل اوکراین بودیم، پزشکی میخوندیم. روز 24 فوریه ما داخل خونمون بودیم که حدوداً 20 دقیقه با فرودگاه اصلی شهر که بوریسپول باشه فاصله داشت. ما با صدای موشک‌های روسیه از خواب پا شدیم، متوجه شدیم که دارن بوریسپول رو میزنن. هیچ کس داخل کیف، هیچ کس داخل اوکراین از مردم اوکراین فکر نمی‌کرد که روسیه این شکلی حمله بکنه به اوکراین. همه فکر می‌کردن که روسا برادرشونن، روسا خانواده‌شونن، ما از یه نژادیم. اما به شدت اوکراین شوکه شد از همچین حمله گسترده ای. اومدیم از خونه بیرون که سریع باکای ماشینمون رو پر کنیم. تمام شهر آشوب شد، پمپ بنزین ها، همه صف های بسیار طولانی، بانک ها، داروخانه ها، صف های طولانی تشکیل شد. از فرداش که 25 بود که هیچ پلیسی دیگه در اوکراین وجود نداشت و این یه شرایط بسیار خطرناکی رو برای آدمای خارجی، مخصوصا دانشجویان خارجی که توی این کشور هستن، فراهم میکرد. تقریبا کیف رو محاصره کردن. شهر چرنوبیل که بالای کیف بود رو روسیه گرفت و تقریبا دیدیم که شهر داره از سه طرف محاصره میشه. سوار ماشین شخصی شدیم، زدیم به جاده‌های اوکراین. 2-3 تا ماشین دانشجویان ایرانی بودیم که با هم دیگه هماهنگ کردیم که جاده رو با هم بیایم. توی جاده پر از وسایل نظامی، گشت‌های ارتش، ایستای ارتش بود، تانک و نفربر، موشک از بغل ما رد میشد داخل جاده. تونستیم که خودمون رو فعلا برسونیم به مرز سفارت. به پناهگاه‌های دانشجویانی که داخل خوابگاه تاراس شفچنکو بودن سر زده، لحاظ آب و غذا تامینشون کرده، هماهنگی‌های خارج مرزی رو برامون انجام داده. امروز برای بچه‌ها وسیله قطار گرفته، چون هیچ وسیله نقلیه دیگه داخل اوکراین کار نمی‌کنه. بنابراین تنها راه اینه که دانشجویان رو به مرزهای کشورهای اروپایی برسونن، به مرزهای ناتو برسیم. الان که تقریبا 10 کیلومتری مرز ناتو هستیم، خیلی امنه دیگه، مطمئنیم که از دست موشک‌های روسیه در امانیم. نگرانی اصلی که الان بچه‌هایی که زدن سمت مرزها میرن دارن اینه که وسایل نقلیه که ما داریم شخصی هستش و فکر کنم تنها چیزایی باشه که ما اینجا داریم. اگر ما این با این وسایلمون الان وارد مرز لهستان بشیم، تو کشور لهستان، بعد پروازی که سفارت میخواد برامون تدارک ببینه برگردیم ایران، وسایل‌های ما، ماشین‌های ما چی میشه تکلیفشون داخل لهستان؟ و این برای خیلی از دانشجو مسئله حیاتیه، چون با ماشیناشون حالا امرار معاش میکردن داخل اوکراین. این خیلی وضعیت بدی هست برای ما. تقریبا خیلی از دانشجو همه داراییشون وسیله یه که الان دارن. فعلا کسایی که ماشین ندارن، یه دونه الان راه آهن امروز داره میاد سمت لویو از کیف رو فکر کنم تقریبا دیگه خالی کرده باشن از دانشجو. هر کسی که میخواسته دیگه اومده، واگنای رو جدا کرده برای بچهای ایرانی. در حال حاضر مواد اولیه مثل آب و مواد غذایی سخت پیدا میشه. حالا نه که نباشه، قحطی نیستش واقعا، ولی خب سخت پیدا میشه. سوپرمارکت ها نیمه خالی هن. پول نداریم، هیچ آبر بانکی دیگه داخلش پول نمونده، هیچ بانکی دیگه داخلش پول نمونده. دلار قبول نمیکنن از ما، چون بقیهش رو نمیتونن بهمون پس بدن. کردیت کارت خیلی جا قبول دیگه نمیکنن، چون بانک های اوکراین اصلا قفل شدن. اصلا اینترنت بانک کلا دیگه کار نمیکنه داخل اوکراین، فقط
تنها امیدمون اینه که تا چند ساعت دیگه داخل صف بریم، خودمون مرزه لهستان برسونیم و اونجا خودمون رو به سفارت جمهوری اسلامی برسونیم که برامون شرایط رو آماده کردن، چه لحاظ پرواز چه لحاظ اسکان قول دادن که شرایط فراهم باشه. اوضاع اوکراین لحظه به لحظه بحرانی تر می شود و ورود ایرانیان مقیم اوکراین به مناطق امن می تواند نگرانی مردم ایران نسبت به این جنگ تازه را کمتر کند.